که وجود داره برنامه دیشب فوتبال برتر بود، آقای حبیبی صحبتهایی رو داشتن که من فکر میکنم حداقل در حد بضاعت خودم و تحلیلایی که دارم و دوستانی هم که صحبتهایی داشتن در این ارتباط، صحبتهایی ایشون کفایت میکنه که انتخاباتی بوده پر از اشتباه و در این حال بتونیم بگیم که قابلیت در حقیقت لغو این انتخابات خواهد بود. چرا که صحبتهایی که ایشون دیشب داشتن به عنوان عضو کمیته مسائلی رو بهش پرداختن که واقعا جای تأسف، چرا که ما پیشبینی این مسائل رو داشتیم و بارها هم به این موضوع بنده نکاتی رو مطرح کردم. بله. کمیته بعدی سه عضو اصلیش جناب میر اصلا وجاهت حضور در اون کمیته رو نداشتن، چرا که تعارض منافع شامل حالشون بوده. من نمیدونم این سه نفر چگونه به خودشون اجازه میدادن که جلساتی رو که آقایون تعارض منافع دارن برگزار کنن، صورت جلسه کنن. بله. و تصمیماتی رو بگیرن. نکات قابل توجه رو آقای حبیبی دیشب اشاره کردن مبنی بر اینکه ما در حقیقت استلامات چهارگانه رو میگرفتیم. بله. ولی استلامات چهارگانه رو که میگرفتن خودشون میکستن تازه راجبش تحلیل میکردن. بله. در صورتی که وقتی استلامات چهارگانه میاد راجب چهار موضوع مهم افراد اظهار نظر میشه. حالا آقایون تحلیل میکردن دیگه یه موضوع خیلی حائز اهمیت که من تحلیلم این بود که حتما این استلامات رو میگرفتن برای اون کسایی که دوست دارن ردشون کنن احتمالا. نرسه. ولی خب ما اتفاقات دیگری هم شاهد بودیم، صحبتهایی رو داشتن مبنی بر این که ما اگر راجع به فردی نظر داشتیم نظر خودمون بوده، هیچ فشاری به کمیته نبوده. بله. و راست میگن ایشون، من قبول دارم که هیچ فشاری بر کمیته نبوده، بلکه به افراد، شخص افراد فشار می آوردن. اون به اصطلاح بنده پرده نشینا یا پشت پرده ها به افراد این کار رو میکردن، به اعضای کمیته نمیدونن، چرا که مطمئن بودن حداقل دو عضو کمیته زیر بار یه سری مسئله سفارشی. افراد منظورتون همون افراد اعضای کمیته بدویه یا بله بله بله.